سرخط خبرها. آتش بس با قیمت کنار رفتن غنی از قدرت. حکمتیار در روز به حکومت مهلت داد. لاس ورځی ورسته به انشاءالله د نوو تظاهراتو پر لفتی مستمر. یک روز تا آغاز سومین سال تقنینی مجلس هفدهم. سرنوشت شش سرپرست وزیر چه می شود؟ اینا افراد غیر مسئول هستند مطابق قانون. کارگرانی که به جای نان به گورستان رسیدند. پیکر قربانیان کارخانه گچ سرخرود در کابل تشییع شد. مردم مناطق مرکزی ناگزیر هستند که از خودشان دفاع بکنند. بیننده ی خبر ده از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار به حکومت مهلت در روزه داد تا به خواستایش رسیدگی کند. رهبر حزب اسلامی در راهپیمایی هوادارانش در کابل تاکید دارد که حکومت باید زندانیان باقی مانده این حزب را رها و زمینه برگشت و اسکان مهاجران مربوط به این حزب را بر اساس توافقنامه 4 سال پیش فراهم کند. آقای حکمتیار همچنین حکومت را با مخالفت با روند صلح متهم می کند و طالبان می خواهد که آتش بس کنند، اما به شرط کنار رفتن آقای غنی از قدرت و روی کار آمدن فردی که محبوب مردم و مقبول از بای سیاسی باشد. و همچنین خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می بر اساس توافقنامه 2 است. عزت و وقار ما مجاهد حکمتیار. راهپیمایی که رهبر حزب اسلامی هفته ها پیش از گستردگی آن هشدار داده بود، امروز این گونه برپا شد. خواست حکمتیار و هوادارانش آزادی زندانیان باقی مانده حزب اسلامی و فراهم شدن زمینه برگشت و اسکان مهاجران این حزب در شهرک‌های است که 4 سال پیش در توافق صلح این حزب با حکومت وعده داده شده بود. آقای حکمتیار مهلت در روزه برای حکومت تعیین می‌کند و از راه اندازی راهپیمایی‌های بیشتر و گسترده‌تر در بزرگ شهرها هشدار می‌دهد. یواز الناس ورز مهلت ورکو. لاس ورځی ورسته به انشاءالله د نوو تظاهراتو پر لفتی مستمر په کابل کې هم او په نورو لویو ښارونو کې هم لړۍ پیل کړو. او از طالبان هم می خواهد که به آتش بس تن دهند، اما مشروط به اینکه رئیس جمهور غنی به کنار رفتن از کرسی و واگذاری قدرت به فرد اعلام آمادگی کند که محبوب مردم و مقبول حزبهای سیاسی باشد. با آتش بس مشروط توافق کنید. مشروط با آمادگی ارگمشین ها به استعفا و انتقال قدرت به حکومت جدید و قابل قبول برای همه. دو، عوض مذاکره طولانی بی نتیجه با تیم ارگ با جهات های تأثیر گذاری به مذاکره جدی و قاطع بپردازید. هواداران آقای حکمتیار با سر دادن شعار مرگ برگنشینان، امریکا و اسرائیل خواهان عملی شدن توافقنامه صلحشان با حکومت و همچنین خروج کامل نیروهای خارجی تا ماه می بر اساس توافقنامه امریکا و طالبان است. عملی کردن توافقنامه صلح حزب اسلامی را با دولت می خواهیم که متاسفانه هیچ بندشان عمل نکردند. کچیر تا دیمک غختنه پرانسی دیمک با دام زهری بی ترهاق پورش دی لرگو باسو بیا لارګه باس پغی باندې واپاونی کی نو طالبان په دې حکومت کې اشتراک نه کوي. همداسې قتل و قتال به ادامه ولري او هدفي وژنې دې بند کړي. زمونږ علما ورس پر ورس د دولت په ساحه کې تورل کیږي. حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به خواستهای امروز حزب اسلامی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که تمام زندانیان مربوط به حزب اسلامی رها شده و تنها 70 و چند تنی که به عضویت در گروه داعش، قتل، قاچاق مواد مخدر و ربایندگی متهم هستند در بند قرار دارند. زلمه خلیلزاد با هیئت گفتگو کننده افغانستان در قطر در مورد تسریع روند گفتگوهای صلح و نقش بیشتر سازمان ملل در این روند صحبت کرده است. این در حالی است که با داغ شدن بحث برگزاری یک نشست جهانی در پیوند با صلح افغانستان به میزبانی ملل متحد در ترکیه، گفتگوهای جاری در دوحه را زیر سایه برده است. شماره از آگاهان میگن که فشارهای جهانی به ویژه ملل متحد روی ایجاد حکومت مشارکتی و تاکید بر اصل انتخابات
هیئت‌های گفتگو کننده حکومت و طالبان را سردرگم کرده است. با این همه آلمان بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که مانع خروج شتاب زده از افغانستان شود. هادی سحر گزارش می‌دهد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار و گفتگو با رهبران حکومت و چهره‌های سیاسی در کابل به قطر رفته است. این نخستین سفر آقای خلیلزاد به قطر پس از روی کار آمدن اداره جو بایدن در آمریکا است. طرح حکومت مشارکتی و برگزاری نشست جهانی و میزبانی ملل متحد در ترکیه، بسته های پیشنهادی آقای خلیلزاد برای رهبران حکومت و چهره های سیاسی در کابل بود و حالا قرار است او این بسته ها را با طالبان نیز در میان بگذارد. هیئت گفتگو کننده افغانستان میگوید که در دیدار با آقای خلیلزاد روی نقش مؤثر ملل متحد در روند صلح افغانستان تاکید شده است. در مورد تسریع و تقویت روند مذاکرات صلح افغانستان صحبت مفصل صورت گرفت و روی آن تاکید شد. همچنین روی نقش مؤثر سازمان ملل متحد، تقویت اجماع منطقه‌ای و قطع جنگ و خشونت در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در 18 سال گذشته همواره گفتم که ما تلاش کردیم یک حکومت مهمی ساختیم، دستاورد از قانون اساسی ساختیم، تلاش‌های، ولی امروز می‌بینیم که اونایی که ساخته بودن در پی هستن که او را دیگر در واقع نسخه مورد اعتبار ندانند و بعد روی یک ساختار دیگه فکر کنند. با این حال به نظر می‌رسد پیشنهادهای جدید آمریکا روند دوحه را زیر سایه برده است. بسیاری ها بر این باورند که رویکرد تازه واشنگتن در روند صلح دو طرف گفتگو کننده در دوحه را سردرگم کرده است. الان هم هیئتی که از طرف دولت افغانستان به اونجا رفته و هم طالبان دوچار یک سردرگمی هستند و دقیقا نمیدانند که چه کار باید بکنند، چون تصمیم گیرنده در بحث صلح افغانستان و جنگ افغانستان تنها خود افغان ها نیستند. میبینین که پروژه وظایفش ختم شده، آنچه که اهداف برش تعیین شده بود این اهداف در حال ختم شدن است و ختم شده. اینجا باید یک پروژه دیگه باید نو آغاز شد بواسطه حضور نظامی قوای خارجی در افغانستان. همزمان با این وزیر خارجه آلمان بار دیگر بر پایان مسئولانه و غیر شتاب زده نیروهای خارجی در افغانستان تاکید دارد. هایکو ماس در نشست پارلمان این کشور گفته است که حضور این نیروها به عنوان یک ابزار فشار جامعه جهانی برای پایان جنگ در افغانستان ضروری است. طالبان بدون فشار جهانی به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در افغانستان تن نخواهند داد. خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان سبب می شود که طالبان به جای ادامه گفتگوها بر ادامه جنگ رو بیاورند. تلاش ها برای جان گرفتن دوباره روند صلح در حال شکل گرفته که کمتر از دو ماه دیگر و مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده است. اما اگر توافق بر سر یک نشست در سطح جهانی در پیوند به صلح افغانستان شکل بگیرد، ممکن است نیروهای خارجی برای مدت بیشتری در افغانستان باقی بمانند. پیکرهای شمار از کارگران یک کارخانه گچ که دو روز پیش در ننگرهار کشته شده بودند امروز در کابل تشییع شدند. بستگان قربانیان این رویداد حکومت را در تامین امنیت کشور ناتوان می‌خوانند. این هفت کارگر دو شب پیش در ساحه مارغوندی ولسوالی سرخرود ننگرهار به گونه بی‌رحمانه کشته شدند. فرماندهی پلیس ننگرهار می‌گوید که در این پیوند چهار مظنون بازداشت شدند. تمام قربانیان از باشندگان ولایت بامیان بودند که برای کار و کارخانه گچ در سرخرود رفته بودند. کارگرانی که برای پیدا کردن لقمه نانی دور از خانواده در گوشه دور افتاده ولسوالی سرخرود ننگرهار برای کار رفته بودند، حالا این گونه برگردانده می شوند در تابوت. هفت کارگر از بامیان و غزنی برای کار در کارخانه گچ رفته بودند، اما تفنگداران دو شب پیش به گونه بی‌رحمانه آنان را در محل کارشان به گلوله بستند. حالا از آن کارگران جز این تابوت ها و نام روی آن دیگر چیزی نمانده است. بستگانشان میگویند که تفنگداران نخست کارگران را لتو کوب و دستانشان را بسته و سپس برگبار بستند. یک را چیل داد را از او بسته، یعنی یک را بندی شد انتر موتر را برمی شد او کارخانه خواه کد یک در روز انتر را من بسته یک دسته را شد را داد.
حکومت یک صلح سرتاسری، یک امنیت، یک آرامی، یعنی یک طبقه کارگر نتونه که بره مثلا کار کنه، خب کجا شویم؟ کجا شویم؟ در اینجا هر یک عضوی از خانوادهش را از دست داده، یکی فرزند، یکی برادر، یکی هم پدر. خانواده های قربانیان میپرسند که این کارگران به کدام این گناه کشته شدند. حکومت محلی ننگرهار هم باید عاملی نجا را به زودترین وقت پیدا کنه. یا نه نظامی بوده، نه کارمند دولت بوده، نه در کدام مؤسسه خارجی بوده، کارمند داخلی و کار شخصی از خودشان بوده. دیگه هیچ جرم جنایت یا نکرده. بیش از همه انگشت اتهام به سوی حکومت نشانه می رود. ناتوانی در تامین امنیت مردم. دولت ملزم و مکلف است که امنیت سرتاسری برای هر طبعه افغانستان فراهم نماید. اما متاسفانه ما می بینیم که افراد بیگناه در گوشه گوشه افغانستان به شهادت می رسد. گاهی در میدان وردک، گاهی در غزنی، گاهی در ننگرهار، گاهی در کابل و جاهای مختلف کشور به شهادت می رسد. جلوی جنایت باید گرفته شوند. اگر جلوی این جنایت گرفته نشوند، بار دیگر تکرار شوند، مردم مناطق مرکزی ناگزیر هستند که از خودشان دفاع بکنند و باز تصمیمی را بگیرند که شاید حکومت در اون وقت نتوانند که مهار بکنند. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتار را به دوش نگرفته است. گرچند حکومت بیشتر طالبان را مسئول می‌خواند، اما پیش از این داعش مسئولیت رویدادهای اینچنینی را در گوشه و کنار کشور به ویژه پایتخت گرفته است. فردا سومین سال قانونگذاری مجلس آغاز می شود، اما هنوز روند سرپرستی ها در حکومت ادامه دارد. 6 وزارت و ریاست بانک مرکزی نهادهایی هستند که هنوز از سوی سرپرستان اداره می شوند. 3 عضو شورای عالی دادگاه عالی هم میعاد قانونی کارشان پایان یافته و افراد تازه برای این پست ها هنوز معرفی نشده است. برخی قانونگذاران می گویند که فشار تازه قانونی را در روزهای نزدیک روی دست خواهند گرفت و برای سلب اعتماد دستخط سرپرستان دادخواهی خواهند کرد. حقوقدانان هم دوام سرپرستی ها را غیر قانونی می دانند و حکومت هم پاسخ ندارد. میلاد سیار گزارش می دهد. فردا سومین سال قانونگذاری مجلس 17 آغاز خواهد شد. با این حال هنوز وزارت های معارف، انکشاف روستاها، زنان، اطلاعات و فرهنگ و ریاست بانک مرکزی از سوی چهره های اداره می شوند که نتوانسته رأی اعتماد مجلس را دریافت کنند. اما به گفته حقوقدانان در تضاد با قانون سرپرستان به کارشان ادامه می دهند. ادامه کار سرپرست وزرا در مغایرت با فقره 2 ماده 4 قانون سرپرستی هست و پارلمان افغانستان با عنوان بزرگترین مرجع تقنینی وظایف خود در این زمینه انجام دادن، دیگر رد شدن یا تایید شدن. در یکی 2 ماه گذشته در پی تنش‌های درون حکومتی، وزیران صحت و مالیه که رأی اعتماد مجلس را گرفته بودند، نیز یکی پی دیگر بر کنار شدند تا در اختیار سرپرستان قرار بگیرند. به اضافه آن، میعاد قانونی کار 3 عضو شورای عالی دادگاه عالی نیز پایان یافته، اما آنان همچنان به عنوان سرپرستان به کار خود ادامه می‌دهند. حقوقدانان تاکید دارند که سرپرستی در دادگاه عالی بنیاد قانونی ندارد. سرپرستی در قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه هیچ جایگاهی ندارد. بنابراین سرپرستی اعضای شورای عالی استره محکمه در صورتی که مطرح بوده باشد، غیر قانونی و غیر حقوقی می باشد. با وجود وعده های رئیس جمهور غنی در آغاز حکومت مبنی بر پایان ریاست سرپرستان، گویا فرهنگ سرپرستی با ریشه های حکومت داری در کشور محکم گره خورده است. 5 سال اول انتقاد، باز این 1 سال تیر شد انتقاد، نگم سرپرستی هیچ خلاص نشد از این حکومت. در آستانه آغاز سال تازه قانونگذاری، برخی از عضوهای مجلس از گزینه‌های تازه فشار بر حکومت سخن می‌زنند. از افزایش فشار قانونی تا دادخواهی برای سلب اعتماد دستخط سرپرستان. دیگه مجلس احتمال زیاد میره که یک نامه نوشته میکنه و سفارتخانه ها و ادارات داخل که با کسایی که در اینجا آمدن به شکل غیر قانونی وزارتخانه ها را در اختیار دارند، با اینا دیگه همکاری صورت نگیره و اینا افراد غیر مسئول هستند. مطابق قانون حکومت اما پاسخ مشخص به این انتقادها ندارد.
قانون سرپرستی در اداره های حکومتی میاد کار برای سرپرستان را 2 ماه پیش بینی کرده، اما در ماده 5 این قانون تاکید شده افرادی که نتوانند رأی اعتماد مجلس را دریافت کنند نمی توانند دوباره به عنوان سرپرست به کارشان ادامه دهند. در ادامه خبرها، ادعای یک آموزگار بر یک منصوب پلیس از ناحیه پا آسیب دیده و 8 ماه است که وزارت داخله صدایش را نمی شنود. زیان 2 میلیارد دلاری سکتور خصوصی از آغاز شیوع کرونا تا اکنون. حکومت اما تعرفه های گمرکی را نسبت به سالهای گذشته 3 برابر افزایش داده است. یک باشنده پایتخت ادعا می کند که 8 ماه پیش یک منصوب پلیس با موتر نظامی او را زیر گرفت و زخمی کرده، اما وزارت امور داخله تا اکنون به پرونده او رسیدگی نکرده است. این مرد که آموزگار است در این رویداد از ناحیه پا آسیب دیده و نمی تواند به راحتی راه برود. می گوید بارها به وزارت داخله رفته اما کس به دادش نرسیده است. پلیس کابل می گوید پرونده این فرد زیر بررسی است. امید علی عمر 8 ماه پیش تن سالم داشت و می توانست راحت راه برود، اما رویداد روزگارش را به اینجا کشاند. در یکی از بخش های کابل روز یک موتر رنجر پلیس او را زیر گرفت و پایش را می شکند. مشکل حساسی ما که فعلا رشته‌های عصبی هست، یعنی 5 پای که شما می بینین اصلا پایین بالا نمیاد. با وجود که عملیات هم شده، اما متاسفانه که هیچی حرکت نداره و حتی احساس کوتاهی پای ما میکنم. او آموزگار است و در یکی از مکتب‌های خصوصی تدریس میکند. میگوید برای پیگیری پروندهش بارها به وزارت امور داخله رفته است، اما این نهاد به شکایت‌های او توجه نکرده است. تأکید دارد که تا رسیدن به عدالت پا پس نمیکشد. بدبختی بزرگ در این هست که در یک سطح رهبری وزارت میایه یک شخص امروی موتر میزنه، دوسیه در امنیت داخلی برش انداخته میشه، اما در حال حاضر در یکی از ارگانهای خیلی قوی دولت او میره دریور میشه. پلیس کابل میگوید که این پرونده را بررسی میکند. شماری از شهروندان کشور هم میگویند برخی از منصوبان نیروهای امنیتی در هنگام رانندگی حقوق دیگران و نظم شهری را در نظر نمیگیرند. امی خود نیروهای امنیتی که هست پل باید باشه با مردم، نه اذیت کننده. ما خواست و معظم نیروهای امنیتی هست امی هست که بیادر امو وظیفه را که برتان سپرده شده به وشن صورت امور انجام بتین. بعضی از نیروهای امنیتی ما هستند که خودشان قانون را زیر پا میکنند. ما از دولت خواهشمنده که جلوی همچو افراد را بگیرند، به خاطر که اگر قانون را بالای خود تطبیق کنند ما هم تطبیق میکنیم، اما بعضی هایشان نمیکنند همین قانون را تطبیق. برخی از حقوقدانان تاکید میکنند که جامعه نیازمند عدالت است و به ویژه نهادهای دولتی نباید قانون شکنی کنند. پلیس در حقیقت تطبیق کننده قانون است و لازم است که یک پیروی خوب از قانون و اطاعت بیشتر نسبت به افراد عادی داشته باشد تا ای که مردم با حکومت فاصله نگیره و اعتمادی که نسبت به حکومت و حکومتداری داره از او کاسته نشه. در فضای حاکم ممکن امید علی عمر تنها کسی نباشد که برای دادخواهی آستین برزده است. ده‌ها و صدها پرونده دیگر با سوژه‌های گوناگون ماه‌ها و شاید سال‌ها در نهادهای دولتی دور می‌زنند تا روزی به شیوه بسته شوند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا اکنون 2 میلیارد دلار به سکتور خصوصی زیان رسیده است. با گفته این اتاق ده ها کارخانه تولیدی داخلی در یک سال گذشته با سقوط روبرو شده و دولت هیچ کار برای پشتیبانی از سکتور خصوصی انجام نداده. اما برخلاف دیگر کشورها که مالیه را بر بازرگانان کاهش داده، تا حکومت تعرفه های گمرکی را نسبت به سالهای گذشته 3 برابر افزایش داده است. جواد تیموری گزارش می‌دهد.
ویروس کرونا در کنار اینکه جان صدها هزار نفر را در سراسر جهان گرفت، نظم داد و ستد بازرگانی را نیز برهم زد. تا جایی که برخی کشورها نظام اقتصادیشان را از نو تعریف کردند. در کشور فقیر مانند افغانستان که تازه سرمایه گذاری خصوصی رونق یافته، این ویروس تأثیر بیشتر گذاشت. چقدر میشه که مانند این کارخانه تولیدی که 6 ماه پیش در آن نزدیک به 40 نفر سرگرم کار بودند، حالا ورشکست شده و از کار و تولید در آن خبری نیست. همانند این کارخانه ده‌ها کارخانه دیگر هم به دلیل کمبود منابع مالی، کم رونق بودن بازار و پشتیبانی نکردن حکومت از سکتور خصوصی از کار افتیده اند. خواستای صنعتکار از دولت ما امی است که رای فساد بگیره و تجارت قانونی شوه و او اجناسی که در افغانستان صنعت افغانستان تولید داره هم مثل از او که از کشورهای همسایه داخل افغانستان مارکت افغانستان میایه او تکتانش بالا بره. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در سال روان سکتور خصوصی به دلیل شیوع ویروس کرونا 2 میلیارد دلار زیان کرده است. مسئولان در این اتاق میگویند حکومت وعده های بسیاری به خاطر کاهش تعرفه های گمرکی داده، اما برخلاف سالهای گذشته که تعرفه های گمرکی 6% بود، حالا به 20% افزایش یافته است. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، حکومت دیگر منابع درآمدزای خود را از دست داده و تمرکز خود را روی گمرک ها و کالای وارداتی کرده است. برای ما هم که یک کشور فقیر و یک کشور وابسته هستیم، برای ما هم یک سال پرجنجال بود. تقریبا در حدود زاپاس 2 میلیارد دلار برای سکتور خصوصی و برای عمومی سیستم اقتصادی افغانستان ضرر رسیده. هرچه تعرفه های گمرکی بر بازرگانان در گمرک ها بالا می رود، بازرگانان قیمت کالا را در بازار بلند می برند. در این میان زیان اصلی را مردم می بینند. کلش سر مارکت های تجارتی سایه افکنده و با یقین که تاجر متضرر ساخته و تاجر که متضرر شد مردم هم متضرر می شه و در کالاها در مارکت ها هم کمبود کالاها دیده شد و نرخ ها هم بلنده. وزارت تجارت و صنعت میگوید که در تلاش جلب کمک ها به سرمایه گذاران خصوصی است. به گفته این نهاد، در ماهای نخست گسترش ویروس کرونا بسیاری از کارخانه ها از کار افتیدند، اما حالا این کارخانه ها با چالش های کمتری روبرو اند. وزارت صنعت و تجارت در تلاش است با همکاری نهادهای کمک کننده به افغانستان به فابریکایی که متضرر شدند توجه و کمک صورت گیرد. روند بازرگانی در هفته‌های پسین با چالش‌های جدی روبرو بود و مقرره‌های جدید حکومت در بانک مرکزی و وزارت ترانسپورت سبب اعتصاب صرافان و شرکت‌های ترانسپورتی شد. سرانجام حکومت ظاهراً از عملی کردن طرح‌های تازه‌اش پاپس کشید تا اعتصاب‌ها پایان یابد. در پی عملیات نیروهای امنیتی در اومه‌های شهر قندوز 3 قرارگاه طالبان تخریب و 8 جنگجوی این گروه کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که این عملیات در روستای بوز قندهاری انجام شده که قرارگاه عضو ارشد طالبان به نام قاری داوود نیز تخریب شده است. ده‌ها گونه‌های مختلف ماین این گروه و مقدار مهمات نیز در این عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. قرار است وزارت خارجه امریکا جایزه افتخاری زنان شجاع را به 7 بانوی از افغانستان اهدا کند که در سال 2020 میلادی جانهایشان را از دست دادند. فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون انتخابات، شرمیلا فروخ، رئیس پیشین بخش جندر ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد که در میدان وردک و بامیان به عنوان قابله کار کرده بود، فاطمه رجبی، افسر پیشین پلیس در غزنی، فرشته، افسر پیشین اداره امور زندانها، ملالا
ساله میون گرداننده پیشین رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی فعال پیشین حقوق زنان از جمله بانوانند که قرار است این جایزه به نامشان اهدا شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید که به علت شیوع ویروس کرونا مراسم اهدای این جایزه به گونه مجازی برگزار خواهد شد. در ادامه خبرها، شکسته شدن روزه قرنطینه پاپ با سفر تاریخی به بغداد. مهمترین خبرها از جهان در این بسته. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای یک سفر سه روزه امروز وارد عراق شده است. این نخستین سفر یک پاپ به عراق و همچنین نخستین بار است که پاپ پس از 15 ماه اعمال محدودیت های قرنطینه در اروپا از واتیکان خارج می شود. پاپ فرانسیس قرار است با مقام های عراقی از جمله نخست وزیر و آیت الله سیستانی، مرجع با نفوذ شیعه و اسقف های کلیسای کاتولیک عراق دیدار و گفتگو کند. کنگره ملی چین قانون‌های انتخاباتی هنگ کنگ را بررسی می‌کند. مقام‌های کنگره این کشور گفته که متممم‌های مقرره‌های ابتدایی هنگ کنگ که کارکرد قانون اساسی برای این شهر دارد بازبینی می‌شوند تا روزنه‌های انتخاباتی را برای مخالفان ببینند که به دنبال استقلال از چین هستند. رهبران چین می‌گویند می‌خواهند نظام انتخاباتی هنگ کنگ را به ترتیب تغییر دهند که قدرت میهن دوستان در آن تضمین شود. این شهر مدت‌ها صحنه برخورد پلیس با گردهمایی‌های معترضان دموکراسی خواه بوده است. ایالات متحده آمریکا پشتیبانی خود را از تصمیم اروپایی‌ها برای پس گرفتن قطعنامه خود علیه ایران در آژانس جهانی انرژی اتمی اعلام کرد. واشنگتن ابراز امیدواری کرده است که اکنون تهران با گفتگو با واشنگتن موافقت کند. اروپایی ها روز گذشته در تلاش برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره با ایالات متحده قطعنامه خود علیه ایران را در نشست شورای حکام رها کردند، اقدامی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. واشنگتن خواستار برگزاری یک نشست مستقیم برای آغاز گفتگوها با تهران است، اما ایران در نخست خواهان لغو بخش از تحریم هاست. از سوی خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گزارش داده است که ایران در روزهای پسین نشانه های دلگرم کننده برای گفتگوهای هسته‌ای نشان داده است. تازه های ورزش در گزارش از ظاهر نوری. یک دور رقابت های بولینگ به میزبانی پارک بولینگ در کابل برگزار شد. در این پیکارهای یک روزه که در سه مرحله پی هم برگزار شد، نزدیک به 50 ورزشکار در بخش آقایان با هم رقابت کردند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی ورزشکاران این رشته برای رقابت‌های رسمی که تا چند بعد از سوی فدراسیون ملی بولینگ در کابل برگزار خواهد شد گفته شده است. فهیم انوری ملی پوش شنای افغانستان برای حضور قدرتمند در المپیک توکیوی ژاپن از یک ماه به این سو در روسیه تمرین می کند. آقای انوری از تمرین در این اردوگاه تمرینی که در شهر کازان روسیه برپا شده راضی به نظر می رسد و نقش مربیانش را برای بهبودش سودمند می داند. امروزه دو تایم تمرین داریم، صبح و شام، با همو تمرینات فشرده تعامل می کنیم و زحمت زیاد می کشیم که حضور پرقدرت در المپیک داشته باشیم. مسئولان فدراسیون شنای افغانستان از هماهنگی و نظارت از اردوگاه تمرینی این شناگر جوان کشور برای درخشش در پیکارهای توکیو در برابر حریفان خبر داده و میگویند که آموزش های او تاثیر خوبی بر رشد و گسترش ورزش شنا در افغانستان در پی خواهد داشت. با آمادگی های خوبتر و بهتر هم در مسابقات المپیک توکیو شرکت بکنه و هم از اندوخته هایی که در اونجا فرا میگیره برای سایر ورزشکارهایی که در فدراسیون شنای افغانستان هست یک تجربه خوب خواهد شد. فهیم انوری نخستین ورزشکار شنای افغانستان است که قرار است در المپیک جهانی اشتراک کند. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.